این هفته سقوط شهر کندوز به دست طالبان، یک سال شدن حکومت وحدت ملی، اظهارات شماری از رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جمله موضوعاتی بود که در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. در میان افغان‌ها، سقوط مرکز ولایت کندوز به دست طالبان در چند روز گذشته موضوع داغ در رسانه‌های اجتماعی بود که به طور گسترده از سوی مردم دنبال می‌شد. در پهلوی رسانه‌ها و خبرنگارانی که در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند، مردم عام نیز از داخل و ساحات نزدیک در مورد وضعیت در کندوز معلومات منتشر می‌کردند، اما اکثر این معلومات زد و نقیص بود. در ضمن این هفته حکومت وحدت ملی افغانستان یک ساله شد. شمار از رسانه ها و شمار زیاد از مردم در مورد عملکرد یک ساله حکومت تبصره کردند. اکثر تبصره ها منفی و مملو از انتقاد است و اکثر مردم از عملکرد ضعیف دولت در تامین امنیت ولایت کندوز و دیگر نقاط افغانستان انتقاد می کنند، اما شماری هم از کارکرد حکومت در مبارزه با فساد اداری نوشتند. همچنان این هفته آغاز نشرات صدای آمریکا برای افغانستان 35 ساله شد. به همین مناسبت همکاران ما در واشنگتن محفل را دایر کردند و از این روز با دعوت شمار از همکاران سابق ما تجلیل به عمل آوردند. در ضمن در وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا، فیسبوک و اکانت تویتر ما تصاویر از همکاران ما به نشر رسیده که شمار زیاد از شنونده ها و بیننده های ما را لایک کردند و پیام های پر از لطف و محبت گذاشتند که ما به نمایندگی هم همکارایم از شما تشکر میکنم. و در اخبار جهانی، 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بیانیه ها و نشست های رهبران جهان نیز در رسانه های اجتماعی توجه مردم را به خود جلب کرده بود. گرمای زمین، بحران سوریه و یمن و مقابله با دهشت افغانی از جمله موضوعاتی بود که در 70مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روش بحث ها صورت گرفته. لینا جان. بله، ممنون و سپاس از شما.